بیننده های عزیز سلام. عبدالعبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی گزارش را رد کرده که گویا او توسط طالبان بازداشت شده و به محل نامعلوم انتقال یافته است. آقای عبدالله در یک توییت نوشته است که این خبر به اساس و غلط بوده است و این را فرد به نام نوین کپور توییت کرده بود. او از خبرنگاران خواسته است تا پیش از نشر چنین گزارش ها تحقیق کنند. او همچنان با پست این تصویر گفته است: با تشکر از جناب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و همراهان محترمشان که برای تحافظ دعا بر روح شهید فهیم دشتی و سایر شهدا به منزل ما تشریف آوردند. در ادامه این دیدار در رابطه با اوضاع جاری کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گروه طالبان به درخواست حکمتیار که خواهان یک وزارت به پسرش بود را رد کرده و از این بابت حکمتیار خیلی ناراحت است و احتمالاً شاید بر علیه طالبان جبهه بگیرد. فرمانده حامد سیفی، یکی از فرماندهان جوان و دلیر جبهه مقاومت، گفته است: زنان و کودکان را از پنجشیر بیرون بکشید. بر روح و آرمان مسعود بزرگ سوگند یاد کردم که پنجشیر را به گورستان طالبان تبدیل می سازم.